بالاخره اون چیزی که دنبالش بودیم. یا عوضی دیدمت، نمیخواد الکی قایم چی. وقتی میدونم هم نمیشه نترسید. بیا بیرون. کجا رفت؟ الان شمولان گردی که زدم. داری چی کار میکنه؟ سلام، خوش اومدیم به امیر گیم شو و یه قسمت پر راز و رمز دیگه از بازی سایلنت هیل 2 ریمیک. بازی که خب در قسمت اولش کاراکترمون رو شناختیم که اسمش جیمزه. من اولین بار دارم میشناسمش و خب جیمز اومده به سایلنت هیل چون این زنش رو 3 سال پیش بر اثر یه بیماری سربلند جدی دست داده بوده، ولی یه روز دفعه نامه از طرف زنش میاد که آره من اینجا توی این شهرم، بیا همون جایی که این همه با هم دیگه خاطرات خوب داشتیم دوباره با هم بگذرونیم. و خب این با اینکه چون خیلی دوستش داشته ولی میدونه زنش مرده، اما بلند میشه میاد اینجا و لحظه‌ای که اومده همش داره اتفاقای عجیب غریب میفته. حالا ما مسیرمون رو پیدا کردیم بریم جلوتر. قسمت قبلی من اینجا رو اشتباه ترجمه کرده بودم، تکرار اینجا بگم نوشته بوده، گفتم اینجا قبلا امید بوده ولی معنیش اینه که قبلا اینجا یک سوراخ بوده. حالا سوراخ بزنیم، سوراخش کنیم، بیشتر سوراخش بر کنیم. نمیشه سوراخش کرد. خیلی خوب، ما تو قسمت قبلی رفتیم معمای اون جوک باکسر رو حلش کردیم، دستگاه آوازخوان. یه دونه کلید بهمون داد، کلید رو میزنیم بریم داخل. بله، حرکت های جدید. این که ما الان باید چیکارش کنیم؟ اوه، یعنی به نظرتون بایستی اینو هولش بدیم بره جلو. بپر بالا. بچه ها توی کامنت ها خیلی گفته بودن که حالا بایسا هنوز ترس رو ندیدی. حالا ببینید چی میشه دیگه، مهم اینه که ترسش منطقی باشه. جامپ اسکر خوشم نمیاد. خب یه نامه یه گفته اون مرده بعد از که رفت دوباره برگشت، البته کاری کار خاصی انجام نداد، فقط غمگین به نظر میرسید. یه چیزی همینطوری زیر لب میگفت که میخواد با یه کسی از شهر بره بیرون. من خب نمیخواستم اجازه بدم توی اون وضعیت اونجا رو ترک کنه، برای همین زندانش کردم توی اتاق. ماشینش ولی هنوز توی پشت ساختمونه. بعدش یه نگاهی بهش بندازی، شایدم تا صبح اونجا دیگه نباشه، پس برو حتما یه چکش بکن. یه ماشین آبی سبزیه، سبز آبیه که پلاکش آخرش با 06 تموم میشه. پشتش هم چیز نداره. ببینم. خب علامت خوبه، علامت میزنه که مثلا ماشین کجاست. الان ما اینجاییم، جوک باکس رو ببین تیکشو میزنه. هر کدومشو انجام بدیم تیکشو میزنه. یه ماشین اون پشت باید باشه. اوکی، دیدیمش، گرینیش بلو کار. خب اینجا ببینیم چی هست. باز نمیشه. حالا یارو رو کجا زندانیش کرده؟ خب من که راه برگشت ندارم، چیکار کنم الان؟ میتونم از اون میتونم بالا؟ نه بابا، نه. باز کن ببینم از این برای بری. اومدیم بیرون. خب ببینیم باید چیکار کنیم. صدای سوسک میاد. ببین پس رادیو هر صداش بده یعنی یه دشمنیه. اینو باز کن، بریم نزدیک میشیم به ماشینه. اینجا که ماشینی نیست. اونجا در نیمه باز داریم. ناشا، واه یارو پاچیده رو زمین. واه کلید آپارتمان رو بهمون داد.
باید بزنیم؟ نمیشه فرار کنیم؟ اوه، لحظ خراب شد. شاید هم بشه فرار کرد. بابا علاکی باید نستیم با اینا درگیر بشیم. اینا فایده نداره. چه بادی داره میان. برو این تو، برو این تو. حتی اینجا هم میان واقعا چه بخواه میگه. اون دفعه فهمیدیم که میان. اوه ولی چه صدایی. بذار میخواه بدم شیلینگ بار کجاست نفهمیدم. وودساید آپارتمنت یعنی کجا؟ منطقه وودساید کجاست؟ بذار بیدم کجاست وودساید؟ ویلت رود؟ مریم؟ اینا وودساید. باید برم بیرون مستقیم برم ته خیابون. ته خیابون سمت راست. حاجی میدونم دقیقا این چیه ولی خب الان بدترین چیز دنیا قراره بیاد. وودساید. آپارتمان های وودساید. خب یادم که بعد از این خیاب از این چهارراهی هم رد می‌شدیم. رسیدم. اینجا آپارتمان های وودساید. از یه جایش باید بریم تو. ببین با پارچه ها هم یه جورایی بهمون راهنمایی میکنه. خب چی نوشته؟ اینجا کافه تکسن. ما باید بریم. من اونجا ببین. خب رفته بودم اونجا. اونجا رفته بودم. برو داخل. ببین برای اونایی که نمیفهمن خطش کجاست هی چیز میذاره، سرنخ میذاره که اگه تو زودتر اومده باشی اینجا بری به تکسن کافه اول که کلیدو مثلا پیدا کنی. مپشو به اون میده. خب فکر کنم باید بریم به روز واتر پارک. دورش هم یه چیزی کشیده. روز واتر پارک از همین طبقه اول باید بریم دیگه احتمالاً. بذاریم چجور باید بریم. خب اونجا دونه اتاق داریم. اتاق میتونیم بپریم. بله یه سیف داریم. خب اینجا دیگه چیز نیست. خب معمای بعدی خیلی عجیبی که همچین بازی رو ژاپنی‌ها ساختن. مثلا رزیدنت ایول ژاپنی حالت داره ولی اصلا حس ژاپنی نداره بازیه. خب توصیف کرده که سه سکه روشن بایستی در این پنج سوراخ قرار بگیرند. اولی بانویی است که در زیر درختی نشسته است. بعدی باد از زیر این بانو میوزد و یک گل تنهای زیبا میروید و در نهایت مردی زیبا و خوشتیپ که انقدر صادق است که حتی نور ماه از درون چشمهایش میدرخشد. حالا اینکه معنای اینا چیه بعد دیگه پیداشون کنین دیگه. من هیچ سکه مکه ندارم. سه تا سکه باید پیدا کنیم بیام بذاریم اینجا. معمای این بخش رو بهمون گفت فعلا. این چیه؟ آه این دیگه چیه؟ هندگان اما گوله تفنگ. بله بله قضیه داره جالب میشه. چی؟ یه دونه چراغ قوه به اون بده تو روهت. آه اونجا میره بیرون. باز گوله. اینجا همه کلید میخواد. چطوری که بدی هم هست. از کجا من اومدم داخل؟ اینجا چیه؟ قصال خونه است؟ بریم بالا؟ What the... Hello? Hey! Jesse! Anyone there?
بیا بیرون. من دقیقا وقتی میترسم اینجوری میشم، داد میزنم. اینجا عروسک های عوضی رو داریم، مطمئنن تکون میخورن. این چیه؟ بالاخره اون چیزی که دنبالش بودیم. وای جونمون نارنجی شد، پدر سوخته برعکس. چه خوره بده. فلاشای تو برای چه خاموش کنم آخه؟ برای چه خاموش کنم؟ چه فایده داره که خاموش کردنش؟ حالا تفنگش هم به اون بده زودتر. جنومون شد نارنجی. منم سواله بقیه سیستم ها چجوری میخوام بازی کنم وقتی جونشون رو نفهمن؟ نمیفهمن جونشون چیه؟ من رو دسته فقط میتونم بفهمم جونم چقدره. ای بابا برو اونور ببینیم چی بود این قضیه، چه لباسه؟ His clothes. این لباسا لباس کیه؟ یه کلید. کلید کجا هست؟ چی؟ چوت کورتیارد. کلید طبقه پایینه برای حیات. هم که کشتیمش. اینه؟ نه دیگه این نیست. یه طبقه بریم پایین. اینم که باز نمیشه پس اون بره. اینجا نه. اینجا باید باشه قانونه. اونجا دریه که میتونیم اونو بزنیم بریم داخل. بنان جونمون زرد، برای همین نمیخوام سش کنم استفاده کنم. صبر میکنیم وقتی خرابتر شد. خب بخشی از یک روزنامه است که گزارش قتل خانواده لوکین رو میده. میگه والتر سولیوان، قاتلی که در پرونده قتل همین اواخر دستگیر شده بود، در روز 22 در زندان جون خودش رو گرفته و خودکشی کرده. بر اساس گزارش پلیس، سولیوان مرگش به خاطر این بوده که با چنگال سوپی که بهش داده بودن، نه با قاشق سوپی که بهش داده بودن، کرده بود گلو خودش و خودشو کشته بوده. سولیوان در روز 18 همین ماه به دلیل قتل بیلی و مریم لوکین زندانش بوده. اگرچه یکی از همکلاسی‌هاش از دوران دبیرستان وقتی عمر بودنش به اداره پلیس میگفت که من واقعا فکر نمی‌کنم که اون قابلیتی داشته باشه که بچه بخواد بکشه، یعنی بچه خودش زده بوده کشته بوده. ولی خب همین همکلاسیش هم تایید میکنه که در چند وقت اخیر دیده بود که سولیوان خیلی پارانویا پرداخته بود، قات زده بوده این چیزا. و خود پلیس هم در گزارشش میگفت که اون همش چیزای عجیب غریب میگفت، همش میگفت که اون مرده میخواد منو بکشه، اون مرده میخواد منو مجازات کنه، اون هیولا، اون شیطون قرمز، منو ببخش، من این کارو کردم ولی من نمیخواستم این کارو بکنم. و یعنی دوستش به دوستش این حرفا رو میزده و دوستش ولی بعد در ادامه توضیح میده که ولی حالی که بهش میگم یه جورایی این اواخر دیوونه شده بود.
صدای لعنت آدم فکر می‌کنم همین بغل یارو. و کجاست؟ چرا صدای علکی میدی؟ چرا من نمی‌بینمش پس؟ یه جایی هم اینجاست. بعد نپر که میزنم تا. تو اینه. آه یه سوسک پدر. عوضی علکی دو ساعت ترسوندمون. اوه چقدر تاریکه. یک کلید افتاده اون دوره. زدمت. صبر کن. لعنتی. اون بچه اینجا چی کار میکنه؟ کلیده اونجا افتاد. خب این دره باز شد. ولی ما الان نیاز اینجا بریم تو اون ور. قرار است که بریم قشن دقت کنیم چجوری بهش برسیم. ببین یه در اون وره. یه جوری ما باید از همون اون بر بریم به سمتش. اینجا اونجاست که ازش اومدیم. این هم ممکنه همون نمیدونم کدومشه. خب اصلا اون بر این چیه؟ خب میگه این دستگاه از کار افتاده، تا زمانی که درست نشده آشغال نریزید. یعنی از این یه کاری باید بکنیم؟ نمیدونم والا. اینو میتونیم دوباره تکونش بدیم؟ نه دیگه اینم اینم تکونش بدیم. بذارین تو همون ساختمونه اونجا یه جایی داشت طبقه بالاتر هم میتونستیم بریم. بذارین جون بخوریم دیگه. حالا دیگه اشکال نداره. خاک میشه. اینجا باز شد. اینجا بسته بود. یکی هم پشت سرمونه. بسی بیاد اینجا، بسی بیاد اینجا ازش رد شیم. یعنی به نظرم نمیذاره کارمونو بکنه اگه نزنیم. لعنت دختر نگاه کن این چی آخه. این من میخوام بدونم. یه اتاق دیگه چیزی نبود. ولنتاین دی پشتش چیه؟ عدد 4. ولی یعنی چی نمیدونیم؟ 4. این عروسک مرسک ها چه جوریه قضیهش؟ زوم نداره؟ نه مش جای دست روی این زمینه. خب کمک های اولیه. این عصا. یه پیره مرد اینجا زندگی میکرده. این واکرشه، اونم اساسشه.
اینجا هم چی نیست. خب حالا اینم باز میشه، من چیکار کنم؟ ما الان کجاییم؟ ما الان اتاق 101 دیدیم باز نمیشه. 102 اونورم که هیچی. حالا اینجوری نمیشه بازش کرد. خب ما الان دو تا علامت سوال رو نقشمون داریم. یکیش بغلم اون سطل آشغال است که حالا بعد یکم بیشتر بررسیش کنم. یکم پشت سرم یه چیزیه اینجا، یه علامت سوال گذاشته براش. این دره باز میشه؟ بله بله تو روحت. اینجا کلید هست؟ آها ما دنبال همین بودیم. کلید هالوی طبقه دوم پیداش کردم. حالا ببینیم طبقه دوم بعدش. اینجا دونه نوشته داریم، نوت موسیقی انسما بلومن این سیم بلون رابرت شومن. حالا ما که نمیشتونیم، شاید همین موسیقی که برامون مینواخلان بود. اینا چه؟ صفحه موسیقی، یه نقاشی. دختر هنرمندی هم هست. فکر نکنم عزیزمون یه دختر باشه، اون یک هیولاست. چیزی نیست. چیزی بدرقم اینجاست. جاب وای کی جورت داره تو اون راه بره؟ من بکشن هم حاضر نیستم چیکار بکنم. بزنین روی این راه بریم تکون بخوره. نه دیگه بعد لاست آف آس انتظار داریم رو همه بازی اینجوری باشه. اوه این چیه؟ که اومد یه گویی بهمون داد. حالا روتیتش کن. کلن روتیت معنای نداره، نگاه کن میزنه اصلا اینگاه هیچی. با چیه این؟ اینم یه لباس عروس. در سکوت در سوخته بیرون وایساده. چه خونه بلکی بزرگه. خب ازش رد شم بابا این به دردم. وقتی میدوید بهتر بزنه. چه صفت. پست بریم تقیید و فهم. نه این بزنش. همین اولش مپ رو نگاه کنیم جای خاصی باید بریم. نه دیگه یه راه روی باید بریم جلو. همینجوری جونمونو کرد زرد لعنتی. این چیه به نظرتون باز بشه؟
آبه ما الان بالای اون قسمتیم. صدای قرمز میاد. لعنتی اینقدر تاریکی دیگه چراغوه هم جواب نمیده. بعد چراغوه لیزره میابردیم. چیه؟ یه چیزی رو هول دادن رو دیوار کشیده شده. خب چی بوده؟ نمیدونم والا. نمیدونم که باز نمیشه. ببین یه چیزی کشیده شده روی این دیوار. خیلی عجیبه که اونجا دره، اینجا هم باید یه دونه کموده. باز هم نمیشه. بزنیم اینجا چی هبه؟ در رو میتونم باز کنم؟ نه. خب یه نوشته داریم اول. خب از طرف رئیس ساختمونه گفته به خاطر تعمیراتی که داریم در طبقه سوم انجام میدیم هیچ کدوم از ساکنین نباید وارد این طبقه بشوند. حالا ما طبقه دومیم. ای تو روه آدم دلشته میخواد باز شه ولی باز میشه. نمیدونم بریم چی میگه. هیچی، یارو دوز بوده، رفته کالسکه مال فروشگاه رو برشت. دوزی خوبی انجام داده. بی 18 هست میشه، بی تی هست میشه، چی بود؟ 10 تا گوله داره این گوله ها رو و خیلی دقت کنیم این بازی. من شنیدم گوله خیلی کم بهت میده. چیه تو اون سقفه؟ آب بندیش کردن. آره خوشم میاد برای بچه‌ها، همه تو کار تفنگ و این چیزا بودن. تو میز توالت و همه چیشون تفنگ نگه داشتن. یه تمرین هم کرده بوده، داشت تمرین میکرده روی این دره. اینا اینا گوله هاش شکته رو اینجا. خوشم میاد از این داستان های محیطی که میگه یارو قاطی داشته اصلا. میگه به همه جا شلیک کردن، تق 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 سقف و همه چی. زهر مار یعنی میزایی اینجور صدا میدی. الان من اینا رو دست دادم همش بسته شده. داره اول جانور رو بده بکشم. نه اینو بکنم بهش کلیک کنیم. چکش روش بود یه دونه واقعا. که بابا گوله زدم بهش. آه اینجا چه اینجوری شو. این چه خریه. کلید مال کجا هست؟ بر 212. خیلی خوب. تلویزیون رو خاموش کن. خب بزنیم 212 کدوم وریه. ما الان اینجا که بایستیم پشت سرمون بریم میشه 212. خب همینه دیگه، بریم بیرون. یعنی 212 باز شو. این بالا ببین کلن داریم اینجا طی میکنیم همه کارامون رو. کیوت صداش از اینجا اومد. نمیتونیم عوض کنیم با اون چیز بزنیمش؟ تیرامون رو هدر ندیم؟ نیست که باید بزنیم. هدر سوخته. کجا بودی؟ بیا بیرون. کجا رفت؟ اما شنبولان گدی که زدم. با با با
با چوب بزنه بهشون به نظرم. نه ها اگه نشونه نگیری میشه این خوبه. گوله همون نگه دارم ایسی مهمتر. چی بود؟ هندگان تو یخچال؟ برای چی آخه؟ زینا رو بکشم بعد دارم دنبال کار دیگه. بادو 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 خب حالا ببینیم اینجا چی. نقشه رو نگاه کنم ببینیم نقشه همه اینا قفله. پشت سر در 210 اومدی بیرون. آره برو از این بر. اینجا کجاست؟ این یه کاری میکنه. به طبقه اول؟ آره راه باز شد به طبقه اول. خیلی خوب. اون پشت چه؟ اینجا هم یه خبرهاییه. یه جایی هم اینجا چپیده. میزنم فقط قرمز شد مسلس. اوه شانس رو بردیم. زرد شد تازه فقط. برو جلو برو جلو برو جلو. شای فقط کرد. چرا این خاموشه؟ بایچ پرکس. سه تا گوله بشید این تمومه. چرا توالتشو کندی پدر سوخته؟ تولد بوده؟ ویلکام هوم به خونه خوش اومدی. تولد کی بوده؟ بر بازگشت کی بوده؟ تفنگ آمادی کن. یه قهوه داشته میخوری یه کسی اینجا. بله نمیدونم بخوریم یا نخوریم. نارنجه. خب برای چی گذاشت بریم اینجا؟ برای بالا رفتنه. برای استم طبقه سومه. هیچی نیست بریم. اینجا چیه؟ خونه همه اینگه آخر زمانه. اینجا هم نیست که ازش اومدیم. نه اینجا نوشته. خب نامه یه خطاب به یه نفر دیگه و گفته حتما فکر میکنی من خیلی بیرحمم ولی این زندانیه که خودت برای خودت ساختی. انتخاب با خودت بود. من تو رو نگاه کردم که از پسش بر میای و هر بار همین کار رو انجام دادی و انجام دادی. ولی خب این بار هم تفاوتی نخواهد کرد. ولی من این بار کنارتم. مراقبت. زیر نظر دارم اداره یا هر چیزی. کیو میخواست اینجا زندانی کنن؟ اه دوباره دونه اینا. گل نفره باید تو این که باز شه. خب که اول سکم رو پیدا کردیم. آره نه اون چیه؟ نه یه اتاقه. یه اتاقه که هیچی توش معلوم نیست. ولی وقتی نگاهش کنیم چراغش روشن میشه. یعنی نه خودش داره خاموش روشن میشه. آره خودش داره خاموش روشن میشه. نمیدونم این چیه. یعنی مثلا معلوم نیست یعنی چی. اینو برش تا. ای بابا من اونو فشار دادم.
دیگه نمیخواد اون گویه را دستش بداریم. این یه زندان بوده. زندان چی بوده؟ برای ترک مواد بوده یا چی؟ خب یعنی چهار ما پیدا کردیم. یا خدا، باید از این اعدا بفهمیم بزنیم چی نمیشته. خب احساس میکنم رمز گاف صندوق گفته، گفته سمت راست به آنجاییست که آسمان به سمت شب باز میشود، سمت چپ آنجاییست که قدمهای بی صاحب دیده میشود. اما آیا آن مرد توانست خانهش را پیدا کند؟ آه خواهش میکنم برایش دعا کن، وگرنه رودخانه از خاطرات او را مستقیم به سمت جهنم میبرد. خب بعد ببینیم آیا همچه توصیفی ما اینجا داریم. آسمان، آنجایی که سقف مستقیم به سمت آسمان میرود، یعنی سقف یه خونه اینا. این هم یعنی جاپاهاییه. ببینیم یه هفت اینجا داریم، یه نه داریم. آنجایی که سقف ساختمان به سمت آسمان میرود، ببین یعنی وقتی میخوای بچرخونی سمت راست، برو به سمت جایی که به سمت آسمان شب میره اون سقف ها. اینجاست دیگه. خب یعنی هفت یا نه یه چیز دیگه. اون عدد ها اصلا معنی، بعد یه هفت اینجا داریم، این از این، بعد یه مشت قدم های بی صاحبی داریم. بذار نگاه کنم، هفت، آه اینا سیزده. اینجا میره به سمت آسمان، ببین روفتاپ ها داره میره سمت خب پس سمت راستش 13 است. سمت چپ چی باید بریم؟ سمت چپ یه خانه‌ای که یه سری قدم‌های بدون صاحب جلوشه، این همین که جلومونه. یعنی پس شد 13 و 7. خب عدد بعدی اینه که اگر او نتواند خانه‌ای پیدا کند، رودخانه از خاطرات او را به سمت جهنم خواهد برد. رودخانه از خاطرات، خب این 11 است، پس یعنی اینم یه عدد دیگه، 13 7 11. معمولا سه جهت میچرخوننش دیگه، بیشتر از سه تا نیست که. آره همینم خودشه، 13 7 11. سیزه راست، یه دونه ضرب در میزنیم، بعد میایم روی 7، یه ضرب در نهار 11. یه سکه پیدا کردیم، سکه یه مرده، پشتش یه شمشیره. برو که رفتیم، یه دونه هم کلید توش بود. کلید کجاست؟ می نویسه اون گوشه، کلید استیل فولادی. کلید استیل می رو توی این باز میشه. خب حالا کجاییم؟ ما الان تو اتاق 206ایم بودیم. یعنی نشونه اگه نگیری اینو میزنه. یک کلیده دیگه پیدا کردم، کلیده اون آشغال دونه عوضی. چند تا اینجا سوسکه؟ یکی رو بسته بودن اینجا. گوش نمیرمش، اینم بعدا. خب عجل نکن، ببین پشت سرمون همه کار کردیم دیگه. گوله توفنگ بردار. خب قبل از که بریم اونجا بذار یکم بیشتر اینجا رو بررسی کنم. آه اینم باز کنم. این چی؟ اینجا اومدیم به جلوی اون طبقه. خیلی خب میتونیم بریم اونجا بیرون.
اون بر مستقیم برم چیه؟ من بسته بوده دیگه، رفتم یه بار اونجا. رفتم یا نرفتم؟ الان آها رسیدم همون جایی که می‌خواستیم بریم. خوب که اومدم، یادم نبود این کجا بود. خب یه سیو هم برام گذاشته. اول پایینش رو ببینیم چیه. یه گوله. خب اینجا طبقه اول دیگه باز شد. یکی داره بالا میاره، ببینیم چیه. کجایی؟ کسی؟ من نبودم، من این کارو نکردم. من قسم میخورم من این کارو نکردم. حالت خوبه؟ من هیچ کاری نکردم. اون وقتی من اومدم اینجا این شکلی بود. معذرت، اون یاروی که اونجا مرده توی آشپزخونه. من این کار نکردم، قسم میخورم که من نکشتم. اشکال نره، من نمیگم تو کردی این کار. من جیمزم، جیمز ساندرلند. خب منم ایدی هم. خب باشه ایدی. خب بگو ببینم، اینجا زندگی میکنی ایدی؟ نه، من اصلا مال این شهر نیستم. فقط از اینه که یه کسی تو رو کشوند اینجا. آره Yeah, you could say that. آره میشه اینو گفت. من Well, they came at me. خب اونا اومدن سراغم. I didn't know what to do, من so نمیدونستم چیکار کنم. برام فرار کردم. اومدم اینجا. Figured it might be safe, but پیش خودم فکر کردم شاید اینجا امن‌تر باشه. بعدش اون یارو رو توی یخدون دیدمش. آروم باش، آروم باش. ببین اینجا جای امنی نیست. این چیزا، کل این شهر، there's something wrong with it. یه مشکلی دارم. بهتر که اینجا بری. آره. درست میگی. تو هم میخوای با هم بیای؟ شاید با هم دیگه بتونیم یه راه خارج از این شهر پیدا کنیم. ببخشید ولی من نمیتونم اینجا رو ترک کنم. هنوز نه. من باید یکی رو پیدا کنم. ادی مراقب خودت باش. You too. تو هم اینطور. خب من برم اونجا، برم اون بر بالاخره. بالاش نرفتم. چی توشه؟ انگشت چیه؟ دل روده است، مغز یه چیزی توی مایه است. گوله هم برداشتیم. خب ما اینجا مایم داخل دیگه، درسته؟ این درام همش گفتیم قفله. آره قبل از که بریم بیرون بذارم طبقه بالاش هم چه خبره. همه رو چک کنم که توی نقشه هم مشخص شه. یعنی باز میشه؟ پدر سوخته. یه سوسکم اینجا رو حسد کنم. Oh,
تو اصلا این چیه؟ پای بعد سرش دستاشو قطع کردن، چیه اینا؟ دستش لیوانه، من نیست چیه اصلا این طراحیش؟ رنگ خون قرمز داره چشمکم میزنه، یه دونه بخور. ببین چجوری میشه؟ اینو میخوره زرد میشه. یه جون اینجاست، آره خودش میدونه اینجا خر تو خر میشه، یه دونه میده. چیکار کردن؟ وان همون رو ریخته کف خونه، اصلا دیوار اینجا رو کنده. عوضی نگاه کن اونجا را میره، از مطمئنش هم اینجا هیچی نیست، میرم سراغش. بزن اونجا چیه؟ موتور برقه؟ هیچی نبود یه نوشته. خب یه نوشته با دستخط ترساک نوشته، من میدونم یه چیزی اینجاست، من میدونم، میتونم حسش کنم، همه چیز عادی به نظر میرسه ولی عادی نیست، یه چیزی اون زیر داره میتپه، یه چیزی میخواد انگار بیاد بیرون، میخواد بپره بیرون. آخه یعنی چی؟ یا شاید من باید برم داخل، باید بفهمم چیه، باید پارش کنم اون سطحشو ببینم چیه داخلش. نامه عجیب، strange note. یکی رو دیگه با چوب میزنمش. یه عوضی دیدمت، نمیخواد الکی قایم چی. وقتی میدونم هم نمیشه نترسی. قرمز شد، پدر سفت قرمز شد. هده نوشنی بخور. مراقبش. نه مراقبش همین. آبه اون پایین می نویسه که بخور های بس خیلی خراب شه. هنوز هست؟ کجاست؟ جون زیادی داریم از دست نیم. آشغال چه خبره؟ اومدم خونه بعدی. به جون نوشیدنی سیبه، بلادی اپل، سیب خونین. چیکارش کنه؟ یک کلکتد برای یه چیزی استفاده میشه. شاید بتونیم بندازش بره پایین. آره آره راه رو باز میکنه، یعنی اگه بره پایین. بعد بریم دم سطح آشغاله. یه سکه اونجا بود. خب بیا بیرون. تو خونهشون هم سکه بوده؟ چه عجیب. اینجا
اینجا چیز نبود. اومدیم اما اولش دوباره. خب این همون که باز نمیشده. اینجا یه جای مثلا نیمه فرعی بود. برو مثلا فقط انجام بده مشت گوله به دست بیاری. یکم بترسی. ولی خب نه، برای سکه نیازش داشتیم. نه فرعی نبود. بریم از این بره. خیلی خب بریم پایین دیگه. اون چه خبره اونجا جا چشمک میزنه چرا؟ میگم بریم سکه رو. آه اینم در پشت سطل آشغال هست. خیلی خب صده چیه؟ سکه منو بده اول. بله اینم به چرخونش. کلید بعدی. یه زن بود این. اینم راه رو برامون باز کرد. چه خبره؟ اومدیم این برش. اصلا با اینا درگیر نشو به نظرم. مگر که بشه بزنیم منفجر شن. نمیشه. بپر پایین. برش بپر پایین. بخو مثلث بزن. مثلث بزن. پای چه پرم پایین آخه. چیزی هست؟ آره سکه مار. برش دار. نمیخواد فلیپش کنی. برو. خب ما الان سه تا سکه رو به دست بگو. تو سه تا سکه تمام تو پنج تاست. بزن این دره رو میتونم بازش کنم. نه نمیشه. برو تو، برو تو. وای این دره بود. من مرده شو خونه. اینا دیگه میان. سیف کنیم شاید دیگه نیان. صدای بدی میدن. خب اولیش گفته بود یه زن، بعد گفته بود. خب ما پنج تا جا داریم. سه تا دونه سکه در پنج سوراخ باید قرار بگیره. اولیش یک زنیه که در زیر یک درخت قرار داره. درخت ما اینجا می‌بینیم؟ نه. بعد باد از پشت سر زن داره میوزه. اینا این باده دیگه. اون چیزه یعنی باده دیگه حتما. اون هم درخته. نه. ببین درخت اونجاست. پس ما اینو باید میتونیم بچرخونمش. بعضی هاشم بردار بذار اینجا. زن باید زیر درخت قرار داشته باشه. بعد بادی از پشت سرش میوزه و به سمت یه گل تنها میره. گل تنها کجاست؟ شاده که اینا گل پشتشه. آها یه گل تنها میره. و بعد اینجا یه مردی میرسه که خیلی خوشتی پا اینجور چیزاست و در زیر نور ماه میدرخشه چشماش. خب درست شد؟ حالا چی بزنم؟ شاید این ببینه اینجا. آره یعنی با یک دونه فاصل از هم بعد قرار میگیرن. ترتیبشو درست فهمیدم. او ادامه داره. خب حالا در ادامه گفته حالا مرد نزدیک میشه و در حالی که شمشیرش تو دست شمشیرش رو بیرون کشیده صورتش پشت اون شمشیر میدرخشه. یعنی مرده بکنم پشتش یه شمشیر بود دیگه. آره مرد حالا میشه شمشیر.
بعد نوشته به دور از مرد زنه داره فرار میکنه به سمت گل و به دور از درخت. یعنی یه دونه بیاد این ورتر منظورشه، باید یه دونه هم نزدیک شه مرد فکر کنم. آره مرد یه دونه میاد جلو، زنه میره سمت گله یه دونه. حالا در ادامه گفته همون جایی که یک گل بود حالا یه دونه مار میدرخشه، بعد همون جایی که زن بود حالا یک سنگ میدرخشه، یعنی سنگ قبر دیگه، و بعد در بالای قبر زن مرد با شمشیرش میاد یه بچرخونش. آره مرد میره سر قبر زنه. خب حالا فکر کنم یه دونه جا باز شده که ما میتونیم سکه رو بذاریم توش، سکه مرده رو بذاریم. آره نوشته بود که زنه از دست رفته، اون موجود هم همونجا مونده. حالا کی مونده؟ فقط مرد مونده. اتاق 21 توضیحش این بود. جالب بود، معماش فرق میکنه با رزیدنت ایول. خب اتاق 201 ما الان 104ایم، یکی باید بریم بالا فعلا. فعلا یکی بریم بالا. اتاق 201 این بره میگه 203. خب صدای یه زنی اومد. سی جی ها اس دیگه زنی اینجوری که جونم سبزه. درو ببین آخ کی در این شکلی میسازه. معلومه اونجا شیطانیه. چیه پارچه زنشه؟ خیلی ریلکسی قربونت برم. داری چی کار میکنه؟ داری تجاوز میکنه؟ باید پاشو بزنیم. توفنگو نشون داد. پاشو بزنیم یعنی. آه خب چرا زدی؟ هنوی چی نشده؟ بذار بد یه کاری بکنه. آره غیر منطقی فیلم ترسناک بود الان این. الان پودرت میکنه. او سوراخ شد کلش واقعا. چه پیرامید هد عجیبی، این شکلی نبود قدیما. یه جور دیگه تو ذهن من بود. بره اینا رو چی کار کنه؟ کاری با همون نکرد. خب قضیه جالب شد.
چی بود رو زمین؟ دوباره دستمونا رو برداشتیم. مال کی هست؟ یعنی چی الان تکونش بده؟ من نفهم واقعا. خیلی بی اهمیت تکون دادنه تو رزیدنتیال. تکونش بده سوی داره. این یارو کجا رفت؟ کسایی که از بلندی میترسن خودم. برین اوکی. یه در نیمه باز. چهره داره عوض میشه. چهره محیط قرمز داره میشه. نقشه خب. حالا از اینجا خودتو برسون به همینجور برجره دیگه. ببین اصلا شکل محیط عجیب شده. ببین یه قلقی داره زر بزدنه. وای این جدید بود. قرمز شدم. ببین قلقش اینه که تا ضربه میخوره اگه بزنی بازم میذاره میدونی؟ ولی همین اگه پشت سر هم بزنی بعضی وقت درست در نمیاد. چی یوتیلیتی روم؟ اتاق لوازم و این چیزا. کجایی؟ اوه میگه در رو بشکن. هنوزم تمام نشده. مراقب باش. گوله رو برا. اینایی که دودی هستن به نظرم نمیدونم. این دودیه؟ هدشو بزنم تو تر نمیره؟ آره اینا اینجوریه. توش برم صدای میکنم. اونو که هیچی اونو میتونم بزنمش. جا خاله زیبا. خوش همیت علکی نیست مورداش. باید دقت کنی. بدیم اینا فرقشون چیه با اونا؟ پاشنه بلند پاشنه پیچیده تر قیاه باشون. نگاه کن چگند کاری یه تون آشپز کنه. نمیشه بازش کرد. چی هست اصلا؟ یه جون جونمون زرده بخور. خودش انتخاب میکنه که کدومش مناسب تره برای اون لحظه. پروانه ها ام ماری یه علامت گذاری روش کرد. مثلا ام آن ده دور روی در نمیشه ام. خب
باز کن. یه نوشته دیگه داریم. خب یه نامه عجیبه، گفته هنری از اسکات میترسه و همیشه از اون فرار میکنه و مخفی میشه. او به سمت غرب فرار کرده به آن طرف، ولی حالا میلدرد وارد میشود که قصدش مشخص نیست. اسکات با صورت به سمت زمین روی زمین افتاده و و دیدی نسبت به سقوط آن زن که فکر کنم میلدرد باشه نداره. میلدرد یه زنه احتمالاً. چه؟ این فکر کنم فیلم برش داریم. خب به نظرم اینجا دیگه ببندیم این قسمت رو، قبل از اینکه اینجا داره یه معمای دیگه شروع میشه. ما الان معمای سکه رو حلش کردیم دیگه. آره به نظرم هر قسمت یه دونه از این معما رو حل کنیم که هم طولانی نشه هم بتونیم بفهمیم که چی به چیه. بازم قسمت خوبی بود، خیلی خوشم میاد از سبکش، خوشم میاد مبارزاتش و معماها و محیطاش، گرافیکش هم که انقدر خوب شده. من نمیدونم اون نسخه اصلش هم همین حال و هوا رو داشت، ولی خیلی حال و هواش خوبه. مرسی که توجه کردین. تا قسمت بعد که ببینیم اینجا حالا چه اتفاقی میخواد بیفته. خدافظ.